مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری. هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان ایوان مدائن را، آینه ایران دان. دیروز که نوشروان آن پادشاه خوبان، جم تخت و کلاهش بود در کشور آبادان. آن تاغ که کس را زد شد مظهر ایرانی، در ملک عرب نوری شد در شب بیداران. مأمور ولایت رفت تا باز طلا گیرد، هم گنبد عباسی هم قاعده عیاران. انگار نه انگاری کین قصر شاهان بود، دیلم ملک بابل هندو شه ترکستان. آغاز ولایت شد چون مبدأ بیداری، تاریخ وطن گم شد در کیسه کلاشون. ای ملت سرگشته وقت است بپاخی، ایوان مدائن را بر فرق جهان بنشان. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 4 ژانویه به جنوری 15 دی‌ماه به شما سلام. دردناکه برای شما، میگن آقا قبر حبیب ابن مظاهر 100 میلیون خرجش کردن درست کرد، قبر دو طفلان مسلم که اصلا معلومی هست نیست، و این امامزاده های جیغلکی وسط راه که خدا میدونه چه کلاشی و شارلاتانی یه سنگ رو داشته و گفته امامزاده، اسم امامزاده غیبی ما توی بالای سرای زندان توی نزدیک بیسیم امامزاده غیبی داشتیم، بعد سه تا در ارتش اومد پاک کرد بودن. به هر روی امیدوارم حال که رژیم جهل و جور و فساد براش اهمیتی نداره، تاریخ ایران اهمیت نداره و اصولا اینا ضد تاریخ و فرهنگ ما، طبیعتشون اینه، روزخون ضد تاریخه. میخوای بره بالای منبر از اسفندیار بگه، از سیاوش بگه، نه نه، میره اون بالا حسین رو میکشه رو 100 دفعه که عشق داره که دکونش تعطیل نشه. شما ببینید این آقای مصباح یزدی، برادر زنش هم می نویسه دیگه، خود برادر زنش بهتر از هر کسی شرح احوال او رو بیان میکنه که این کیست، چه جور آدمی بوده. قبل از انقلاب آقای باقر قلیانی می نویسه که بله، ما قبلا که این و خواهر ما ازدواج کرد اهل فلسفه بود، اهل تحقیق بود اینا، اما بعد از انقلاب این آدمی که متعارف و خیلی متین و غیره بود به مدرس و تئوریسین خشونت ملقب شد. شما یادتون نیکاهن که کوثر یک تر از این کشید زندگیشو به باد دادن، آیت الله تمساح، خیلی هم طرح شاهکار بود. و بعد برادر زنش میگه این مرتب سیل نزولی و نظرات واپسگرایانه را تا نقطه رسانی که شاید تنها روحانی بود که حتی حق انتخاب را برای مردم منکر شد. واژه جمهوری را تعارفی اجباری برای دوره موقت داد و وظیفه مردم را تنها در بندگی موجود موهومی به نام خدا و نماینده وی ولی فرد. درود به این مرد آزاده که ریخ بیرون تمام دل و روده شوهر خواهرشون. این مصباح یزدی من براتون گفتم در این حال آدم فاسد الاخلاقی، این تمام این بچه طلبه های حوزه رو دست به سرشون میکشه.
یک پسری بود به نام آقای آهنگر که این اسباب زحمت پدر مادرش بود در جایی در جنوب ایران. اینو فرستادن به قم، برای که به هر حال میگفتن یه جاییست که مهمیز میزنن بهش، دهنه میزنن، دهنشو میبندن، حرف امام رضا حسین رو غیرن میزن. این آقا اومد همون روزای اول آقای مصباح چشمش گرفت. بسیار پسر خوشرویی بود و خیلی هم پهلوانی هیکلش بود. داستان ارتباط اینا به رسوایی کشید. همسر آقای مصباح یعنی خواهر این آقای قلیانی رفت پیش مرحوم آقای گلپایگانی و گفت این مردک، ما دختر بچه داریم تو خونه، شب با این پسره میره تو اتاق، در رو میبنده، خدا میدونه تا صبح اینا چیکار میکنه و من جلو بچه ها میترسم، خجالت میشه. مرحوم گلپایگانی صداش زد، گفت شیخ وارونه میدم سوار خرت کنن دور قوم بگردونن تو بیرونه، برو به ده خودت، تو لیاقت اینجا رو نداری. و تهدیدش کرد اگه یک بار دیگه من بشنوم پدرتو درد. خلاصه این برگشت، رفتار بدش با همسر و فرزندانش بدتر شد. و جالب اینه اسم این آهنگر عوض کردن، کردن حائری خرم‌آبادی. و این آقای حائری خرم‌آبادی بعد از انقلاب دیگه مصباح خیالش راحت بود، جزو کبوتران حرم بود و خیلی هم اوضاعش رو به راه بود، پول مفتم دستش. حائری رو برد و بر دست خودش نشوند و تو دفترش کار داد و زندگی داد و مؤسسه امام خمینی و غیره. یه بارم این هوس کرد بره به خارج. خود آقای مصباح که میرفت اینم ورداش بخوش برد امریکا. این آقای حائری در امریکا ابو عمامه نداشت. بالاخره اون عادات و اخلاق باعث شد سر به بعضی از محله ها بزنه و همونجا بیماری ایدز گرفت. و وقتی برگشت ایران خیلی عجیب بود، سریع بود. خلاصه آقای مصباح خیلی ناراحت شد و پیش چند دکتر رفت، خودش رو نشون داد و حالا تعابیر و تعریف های مختلفی میکرد که بله یه صیغه ای داشته، نگران بود. این آقای حائری درگذشت. آقای مصباح مراسم ختم عجیبی براش گرفت، تمام آخوندها رو دعوت. شما میبینید یک موجود حقیر، آدمی که از نظر دانش، از نظر دانش و حوزوی و فلسفه و غیره صد برابر آقای خامنه‌ای جلو، روی پای خامنه‌ای میفته. این حقارت رو ما در آخوند دیگه ندیده بود، فقط در اون سالی 7 و 10 و 14 و 200 و 300 میلیارد تومان الکی به کسی نمیده. این کبوتر حرم به مرور تبدیل شد به خرس حرم، تمساح حرم. این مشهد رو نگاه کنید که این مردک روی پای خامنه ای میفته. لعنت بر تو در مرگت همونطور که در زندگی. نگاه کنید. خب پاسخ این نوکری و ذلت این بود که آقا در بر پیکر اون نمازی خوند و بعد تشییع جنازه برگزار کردن. بعدم از وقتی بهمن مفید رفت، ملک مطیع، خیلی از این هنرمندانی که رفتن تو این دوران کرونا، 4 تا آدم رفتن، 5 تا آدم برای این جانور رو وقتی ادرا میافتن بدون اینکه فکر کنن چطور ممکنه توی نازه کرونا پخش بشه، 19 کرونا پخش بشه. نگاه کنید به مراسم نماز و تشییع جنازه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
پیکر عالم ربانی آیت الله مصباح یزدی صدا و سیما شهره محمدعلی شهری بهش مدیون بود. در دوران وزارت اطلاعاتش بسیاری از فتوای قتل‌ها رو او صادر کرد، اعدام‌ها رو او داد. بعداً در زمان فلاحیان هم همینطور و در زمان قربان‌علی ماسپند هم همینطور قتل‌های زنجیره‌ای تماماً فتوای او رو داشت. فتوای آیت الله خوشبخت هم بود، ولی آدم‌های دیگه هم بودن. به برکت این فتواها دختر آقای خوشبخت شد عروس آقای خامنه. ای روزگار، ای روزگار. من چه بگویم، هر چی بگم دردم بیشتر میشه وقتی اینا رو میبینم. به هر روی، حکایت قاسم سلیمانی و ساروز درگذشت قاسم سلیمانی هم حکایت جالبی بود که در پایان هفته ما شاهدش بود. در غزه اومدن بنرهای گنده گذاشتن، خب پولای اون میلیون ها تو چمدون بالاخره یه جا باید مسخره ظاهر بشه. آقای محمود زهار بی خودی نگفت، البته گوینده تلویزیون العالم توبیخ شد. این چه سوالی بود مرتی که از این کردی؟ چرا آبروی ما رو جلو مردم بردی؟ معلوم شد جلو مردم خیلی این اطلاعات مردم رو عصبی کرده و غضب کرد. باری در غزه جبهه خلق برای آزادی فلسطین، گفتم براتون، جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، حزب کمونیست فلسطین، اینا همه بنی رو پایین کشیدن و به شدت به حماس اعتراض کردن. در بیروت هم همینجور حسن نصرالله سخنرانی کرد و خیلی تجلیل از قاسم سلیمانی، شهید سلیمانی، حالا دخترش هم زینب خانم که فرستادن عروس حزب الله شد و دختر حاج قاسم. و همینطور در عراق مراسم بزرگی برپا شد، سفارت کلی خرج کرده، آقای ایرج مسجدی تمام رئیس الوزرا رو جمع کرد، بهشون پول داد که برید مراسم با شکوه برگزار کنید. اونجا هم تصویر حاج قاسم و آچیش زدن و کشیدن پایین. به مجموعه این فیلم ها در مراسم سال روز قتل حاج قاسم سلیمانی و وردستش ابو مهدی مهندس آدم کش توجه کنید. مشكور حج قاسم ما قصرت ويانا، ليك يا حج، ليك يا حج، من مشيت وركات يوسف هجرت هاي نصور يا شيخ بعطيك اياه سريع سريع الله ينصرك يا شيخ الله يلعن واقعا ادم احساس بدی ادم ها میگیره. حاج قاسم سلیمانی کشته شد، مگه باکری کشته نشد؟ مگه باقری کشته نشد؟ بچه های بزرگ سپاه ارتش بگه صیاد شیرازی کشته نشد؟ که خود همین حاج قاسم در موردش میگه قدر صیاد شیرازی هنوز شناخته نشد. حالا من از این اونم شنیدم خود این حاج قاسم آدمی نبود دنبال سر و صدا و جنجال، اعتقادی به اینا داشت و دنبال تنفیذ ماموریت ها. اما یه نکته رو بهتون بگم، این مهمه. حاج قاسم استخون تیزی شده در گلوی نظام ولایت‌فقیه. حاج قاسم رو کشتن و ابو مهدی مهندس. ابو مهدی مهندس بگم براتون، این کسی است که صدها خلبان عراقی، افسر عراقی رو یا با مباشرت خودش یا به دستور سر بود کشت. این ابو مهدی مهندس. آمریکایی‌ها برای سرش جایزه گذاشته بود.
چون خیلی سرباز امریکایی رو کنار جاده بمب گذاشت و کشت. به هر روی ما الان میبینیم که مجلس شورای اسلامی، این مجلس بیبو و بیخاصیتی که واقعا جز برای ملت ایران هزینه چیزی نداره، 1% از درآمد حاصل از صادرات بخش دولتی به عراق پس از وصول به اقدامات برون مرزی اختصاص یابد، یعنی به کارهای تروریستی. 30% از ارزش کل کالا به عنوان عوارض گمرکی به کالاهای وارداتی با برند وابسته به کشور ایالات متحده اضافه شود و مبلغی که کسب شده به مصرف فعالیت‌های برون مرزی نیروهای قدس سپاه برسد، یعنی آدمکشی، یعنی تروریستی، یعنی بریم مثلا یه بچه شیرخوره اسرائیل رو بکشیم، بعد برید یه دونه پیرزن رو تو اتوبوس تو تل آویو بکشید، نه کاراش، برید تو بغداد آدم بکشید، تو عربستان آدم بکشید، تو بحرین، تو امارات، این کار بودجه که دارن تصویب میکنن. از اون طرف ما شاهد نیستیم که آمریکایی هم آروم نشستن. اولا میبینیم که ناو هواپیما بر نیمیت رو به خلیج فارس میشستن، زیر دریایی اتمی اس اس جورجیا و همینطور هواپیمای بمب افکن B-52 بدون سوختگیری مجدد، بدون دیده شدن در رادار، قادر به تمام نقاط ایران بره و بمباران. آمریکایی‌ها منتظر بودند که جمهوری اسلامی به مناسبت سال روز مرگ قاسم سلیمانی یه عروتیزی یه کاری بکنه، ولی ظاهرا جمهوری ولایت فقیه هم هی داد و بیداد میکنه، ولی ارزه و جرأت این کار رو نداره، مثل همیشه که فقط سود کشیدن و داد زدن و ادعا کردن اسرائیل رو 9 دقیقه نابود میکنی. اون وقت طرحی که در مجلس تصویب کردن جهت نابودی اسرائیل تا سال 1420، یعنی 20 سال دیگه اینا اسرائیل رو نابود میکنن، در حالی که 20 سال دیگه از گور اینا هم اثر نیست. توف بزرگ ملت ایران بر پیشانی همه شون خواهد. 14 دی این منتشر کردن که از جمله اهداف مورد اشاره در این تر اخراج آمریکا از منطقه. اینا میخوان امریکا رو از منطقه اخراج کنه. از 2002 اینا میخوان امریکا رو اخراج کنه. هیچ غلطی هم تا حالا نکردم. بخش دیگری از این تر به ارسال کمک به یمن و صدور فناوری راهیان نور به عراق و سوریه توسط سپاه پاسداران. یعنی اینا قصد دارن در یمن بمانن و قصد دارن تتمه اعتبار و جایگاه و منزلت و اعتبار ایران را نابود کنن. سعودی ها به هیچ روی در یمن کوتاه نخواهند. بارها از آقای ظریف گرفته تا الباقیشون پیغام دادن آقا بیایم گفتگو کنیم، ما مخلصیم، ما معذرت میخوایم برای آتش زدن سفارت. سعودی گفتن یمن بریم بیرون اول، بعد با هم گفتگو میکنیم. یکی از افراد شوم در دستگاه دولت جمهوری اسلامی است، فردش به نام حسین امیرعبدالله، تروریستی است که در وزارت خارجه که بود معاون آقای جناب آقای جواد ظریف. ظریف در توییتی که نوشته برای قاسم سلیمانی نوشته آره ما مذاکره که داشتیم من به عبداللهیان واگذار کردم که با سلیمانی بشینه گفتگو کنه. هر بار سلیمانی میمد پیش من با هم مشورت میکردیم. حالا سلیمانی شد دیپلمات، سلیمانی شد دولتمد، سیاستمدار، تا دیروز چریک بود و سپاهی بود و سردار بود و کارش هم جنگ و طراحی جنگ، حالا دولتمرد شد، حالا شد آقای قاسم سلیمانی. اصلا نبوغی خداوند بهش داده. یه سرداری بود در سپاه کاظمی، بسیار مرد وارسته، فرمانده نیروی زمینی سپاه هم بود، مرد بسیار وارسته بود. اینا فهمیدن که کاظمی آزرده است، از دزدی، از آلودگی سپاه، از آلودگی. ببین شما دیدین این کاری که بچه های ایران فردا درست کردن در مورد حاج رضایی، مرتضی رضایی، حالا دونه دونه شون میبینید.
پشتتون سود میکشه. این آقای حاج مرتضی که از بنیانگذاران سپاه بود و خیلی خودشو مخلص و نوکر انقلاب قلم داد میکرد و مردم به هر روی ایشون حالا پروندهش اومده بیرون، پرونده بقیه شونه میاد. در مجموعه وقتی شما نگاه میکنید به فردی مثل کاظمی، یک صدم حاج قاسم ازش تجریر نکرد. در این آدم در جبهه ها شیر جبهه بود، مرد بزرگی بود، وطن پرست بود، وارسته بود، پاک زندگی کرد و پاک مرد. سرنگون کردن هواپیما شد، داشت میرفت ارومیه سرنگون کردن. شما باورتون نمیشه، شما که چمران کی کشت؟ چمران به دستور آقای بهشتی کشت شد، به جهت اینکه خمینی چمران رو خواست رئیس جمهور بشه و اینا میدونستن چمران اندیشش بالاخره از بستر ملیه، بالاخره با بازرگان بوده، قبلا جبهه ملی بود. کشتن. خیلی جالبه، شما در جبهه داری خداحافظی میکنی، 20 کیلومتر اونورتر از پشت بهت تیر میزنن دشمن. تیمسار فلاحی رو کشت، اینا کشتن. در همون آغاز انقلاب شما اگه نگاه کنید گزینه ای از افسران ارتش رو اینا کشتن که هر کدام نماد اقتدار، نماد وطن پرستی و سرفرازی. من یکیشون رو انتخاب کردم در برابر آقای قاسم سلیمانی که اینا اینقدر دارن از جنازش هم دارن دیگه اسطوره می سازن. بعد اون مجسمه های بی ریخت بد ترکیب و ازش تو خیابونا گذاشته. اولی مجسمه رو ببینید تا بعد براتون نشون بدم. نگاه واقعا دلغکیه اینا، همش انگوشش رو شدیه برده بالا، واقعا دلغکیه. بله این مجسمه حاج قاسم در تجریب. دریغ از یک تصویر مرد بزرگی که الان راجعش صحبت میکنه، تیمسار نادر جهانبان، واقعا عقاب آسمانه. مردی که در تمام دوران تحصیلش در آمریکا نفر اول و تیم آکروجت ایران رو رهبری میکنه و اینها گرفتن و او رو کشتن. توی اتاق زندان که رفتیم احمد خمینی هم بود، رو کرد به تیمسار جهانبانی گفت شما خارجی؟ به خاطر چشماش و رنگ موش. گفت نه آقا جان، من از شما ایرانی ترم، من تمام جد و آبادم رو میشناسم، همه ایرانی خالص. نگاه کنیم درودی به روانش این مرد بزرگ و بزرگواران دیگری که هزار هزار بار شجاعتر، بزرگتر و ایران پرستر از حاج قاسم سلیمانی بود.
واقعا هر بار این تصاویر رو میبینم بخواست بر خودمون نفرین میکنم. چه کردیم با خودمون؟ دستمال قیصریه رو آتش زدنم بیشتر. چه کردیم؟ نیاز به اصلاحات داشتیم، کشور آتش زدیم و حالا هم دستفردار نیستن. داشتم مصاحبه آقای تاجزاده رو میدیدم، هنوز هم ولکن نیستن. به جای اینکه بیان از مردم معذرت بخوان به خاطر جنایاتشون، به خاطر اون اصلاح طلبانی که 4 سال یا بیشتر وزارت اطلاعات دستشون، به جای اینکه بیان پوزش بخوان بگن آقا غلط کردیم، ما بد کردیم به ملت، ما خیانت کردیم، هنوزم با پررویی و وقاحت سر به قدرت رسیدن رو دعوا دارن با اون ولی‌ها. ولی همشون مثل همه. آقای غسان بن جدو خبرنگار تلویزیون الجزیره بود در تهران، در اونجا ایشون ازدواج کرد با دختری یکی از مسئولان وزارت ارشاد، برای نور چشمی بود. من 2 دفعه که خاتمی رو در نیویورک و بعد در فرانسه و آلمان دیدم، 3 دفعه در واقع آقای قسم بن جدو هم تو تیم مطبوعاتی بود. ایشون بعدن رفت بیروت، شد رئیس دفتر الجزیره در بیروت و یک باره 50 میلیون دلار نصیبش شد از یک ثروتمند شیعه کویتی و دولت ایران و همینطور سوریه، و پوش کردن که المیادین رو تبدیل بکنن به یه تلویزیون در واقع الجزیره شیعه، ولی شکست خوردن. با وجود که گویندگان بی حجابن، خیلی هم زیبان، آقای قسم بن جدو هم به خاطر اینکه این کار است حرفه‌ایه بلدش کار بود. ایشون اومد یه فامیل گذاشت برای زینب خانم، دختر حاج قاسم، گذاشته که زینب قاسم سلیمانی، حالا 3 اسمیش کرد. و البته دختر تحتاقالی در واقع توی دلو در اونجا هست، و بعدم زینب خواهر امام حسین و دختر حضرت علی و مثالم به اون میزنم. فیلم حضورش با فاطمه مغنی دختر عماد مغنی هم در همین المیادین منتشر کردن. دلوعه یا تحتاقالی حاج قاسم امروز خیلی معروفه در جهان شیعه، در میان شیعیان لبنان و هم دوروبریشون و عراق و غیره. و ایشون یه بودجه هم در اختیارش گذاشتن، خلاصه خواهران زینب و دختران حاج قاسم داره درست میکنه و گفته که بله این دختران باید نمونه هایی از فداکاری و ایثار باشن و کودکانی رو شیر بدن که بعدن هر کدوم یه حاج قاسم میشه. خب برای تو که بد نبود دخترم، بالاخره تو به نور و روایی رسیدی، عروس حزب الله شدی و اوضاعت هم رو برای. تا قبل از اینکه یک درنگ کوتاهی بکنیم که ترانه‌ای بشنویم از سیما بینای عزیز که امروز سال روز تولدش، مثل همیشه جوشان و پرخروش و مبتکر. اما قبل از اون یه اشاره بکنم که یک نوار صوتی برای من فرستاده بودن چندی قبل به عنوان صحبت‌های همسر یک آخوند. من خوب که گوش کردم دیدم این خانم میتونه همسر هر کی باشه، حتما آخوند نباید باشه. هیچ افشاگری توش نبود، چیز جز همین ناسزاهایی که با آخوندا میگه. بنابراین قرار بود امروز پخشش کنم، گفتم پخش نکنم. یه نکته دیگه هم این که آقای محسن رضایی سبزوار از دولت در مورد FATF سوال کرد. حضرت آقای رضایی سوال برای چی میکنی؟ تو مگه خالید نیست؟ توی که خودت توی مجمع تشکیل مصلحت نظام هستی، دبیر اونجایی، مگه ندیدی که مجلس تصویب کرد فرستاد شورای نگهبان رد کرد، بعد اومد پیش شما، شماها تایید کردید فرستادید، مجلس اصلاحیه کرد دوباره رفت شورای نگهبان باز رد کرد. اینا نمیتونن این لایحه رو تصویب بکنن به خاطر اینکه دستشون رو میشه. میلیون ها دلاری که میره تو جیب حماس و تو جیب جهاد اسلامی و تو جیب صابرین و گروه های تروریست عراقی، بالاخره اینا یه جای ضبط و ربط داره و رژیم میخواد بگه نه، ما اگرم کمکی میکنیم کمک ما به مجاهدین،
درنگ کوتاهی میکنیم با سیما بینایت. با درود دوباره. عجب همیشه زیبا میخواد. ما بچه بودیم برنامه کودک آلیس و بلای الوندی و سیما بینا و اینا بودن که برای ما کودکان آن روز میخواد. و بزرگ شدن اومدن. داستان گوگوشم که براتون گفتم. بعد لیلا فروهرم که همینطور اونم که با فیلم آغاز کرد و بعد آغاز صداش در گستره موسیقی هم چه کار خوبی کرد. خب حضورتون عرض کنم که این دیدار آقای خامنه‌ای با هنرمندان با نخبگان هنوز شرح و بحث داره، هنوز ادامه. حالا جناب آقای بهروز افخمی به گریبانش رو گرفتم اومده توضیح دادی همون چیزی که من بهتون گفتم که آقای خامنه‌ای داره میگه آقا جان خلاصه کانادالیزه شدی، داره به شما خبر داریم چیکار کرد. حالا افخمی یه جور دیگه تعبیرش میکنه. گوش بده. قبل از پخش مستند به من تلفن کردن بچه هایی که فیلمو ساختن، گفتن که اون قسمتی که آقای خامنه‌ای باید شوخی میکنه میگه که کانادالیزه شدی اونو بذاریم یا نذاریم. گفتم بذاریم، خیلی خوبه که معنیش اینه که میدونه که من توی این سفر کانادا که البته خب برای فیلم سازی بود و درخواست اقامت هم هیچ وقت نکردیم، ما با اجازه کار رفتیم، میدونه که من خوشم نیومده از کانادا. کانادا لیزه شدن به معنی به اصطلاح مثل استرلیزه شدن، یعنی از کانادا پاک شدن و پاکیزه شدن هست و به نظرم درستم به کار برده بود. و حالا شنیدم بعضی ها فکر کردن گفتن که کانادا ویزا شدی. کانادا ویزا که اصلا عبارت بیمعناییه، یعنی معلوم نیست منظور چی از اگه کسی بگه کانادا ویزا. آقای خامنه‌ای هم خیلی عدیبه از این تعبیرات مبهم شاید مثلا مهمل استفاده نمی کنه. آقای افخمی همون کاره که میکنی کافیه دیگه، درست نکن گندو بیشتر به هم میزنی. قیافه خودتون نگاه کن تو آینه ببین چه ریختی شد. کانادا لیزه کردن به معنای این نیست که خودتو پاک کردی یا کانادا، نه. کانادا لایز کردن یعنی تو در واقع کانادایی شدی. برو معنی لغت رو بفهم، معنی لغت رو بفهم. وقتی میگن اسلامایزیشن یعنی چی، کانادا لایزیشن هم ببین یعنی چی. اون زرنگ بوده به شما انداخت. حضورتون عرض کنم نکته دیگری که باز به نظرم خیلی قابل تأمل بود این سینه پاره کردن تریتا پارسیست. آقای حسن دایی البته موقع خدمت این رسید، در دادگاه هم برنده شد، آبروش هم، ولی مردک دستوردار نیست. مشکل این آدم ها اینه که اینا میرن در تلویزیون های آمریکا، توی فاکس نیوز، توی سی ان ان، توی سی بی اس، توی اینا میرن میشینن و جنایات رژیم و جنایتکاران رژیم رو به نوعی تصویر میکنن برای خارجی که خارجی باور میکنه که حتما یه مشکلی تو دولت خودش هست، ولی اینا چه آدم های خوبیه. شما دستمال ابریشمی او رو نگاه کنید در وصف قاسم سلیمانی و حرفایی که میزنه. البته این در سفرهای قبلی گاراژ آقا جان و نمیدونم زمین و ملک و همه آزاد شد، همه دادن بهش، ولی یه زرتشتی ایرانی خودشو به اون درجه از شعامت برسونه. رژیمی که این همه آدم میکشه، قاسم سلیمانی که در چه کرد در همون جریان دو سال قبل، حالا غیر از کشتار سوریه، جوانای سوریه، خانواده‌های سوریه، دیروز نگاه میکردم آوارگان سوریه در لبنان، یک مادر با 5 تا بچه زیر برف و سرما تو یه دونه کیسه پلاستیکی نشسته بودن و عشق می‌ریخت. نفرین او بر قاسم سلیمانی و اهالی ولایت فقیه و کسانی است که به یاری بشار رفتن خونه و زندگی اینا رو نابود کردن، آوارشون کردن، 500,000 نفرشون هم کشتن. یعنی ولایت فقیه، یعنی این بدبخت های افغان رو بردن اونجا، یعنی پاکستانی ها رو بردن اونجا، یعنی افراد سپاه رو بردن به کشتن دادن و بچه های این گناه سوری رو کشتن. نگاه کنید آقای تریتا پارسی چی میگه.
Soleimani is head of the Quds Force, which is the external arm of the IRGC. IRGC itself has a tremendous amount of problems inside of Iran because we've seen how they have been involved in the repression of the Iranian people. We've seen that just in the last couple of weeks. But Soleimani was head of its external activities, and as a result, he was receiving... he had an image that was separate from that of the IRGC. Polls made by U.S. entities have shown that he had popularity levels around 70% inside of Iran, which is largely because a large part of that population viewed him as... ایشون مدعی است که آقای سلیمانی کاراش خارج ایران بوده و 70% در ایران طرفدار. حالا بگو تری تا پارسی، زمینی تو گرفتی، خونه بابایی تو گرفتی، گاراژ باباتو گرفتی، کامیوناشو گرفتی، ولی به قاسم سلیمانی چه جوری آمار گرفتی که 70% مردم طرفدارش؟ انسان میتونه از خیلی چیزا بگذره، بگه آقا دار پول به من میدن، نوکرشون خوب پول میدن، زمینامو دادن، خونمو دادن. مقایسه خودشو بکنه با کسای دیگه که این کارا نکرد، آدم میتونه اینجوری باشه. ولی وقتی دهانشو باز میکنه و در یه تلویزیون آمریکایی میاد یه رژیم جنایتکار رو بزک میکنه، هیچ فرقی با محمد جواد ظریف نداره. ظریف درست همون آدم. من حرفای ظریف رو که میخوندم راجع به سلیمانی واقعا گفتم آقای ظریف حیف اون دانشگاهی که تو رفتی توش درس خوندی، حیف اون اطلاعاتی که تو داشتی به عنوان یک ستون دیپلماسی، حیف. تو چجوری به خودت اجازه میدی بیای سلیمانی رو که میدونی در عرصه سیاست خارجی هر رو از به تشخیص نمیداد، تو چجوری میای و سلیمانی رو میکنی خدا؟ مطالبی مطرح میکنی که آدم سرش درد میگیره، میگه آه خدایا این تریتا پارسی میدونه چه میگوید یا نه؟ و میگم میدونه، میدونه. اون یه دفعه که حسن دایی پوستش رو کند به نظرم کمش بود، اما حقیقت خودشو پیدا. حقیقت بالاخره شما 1000 تا هم دیوار بالا بکشید، آسمون رو سیاه کنی، زمین رو سیاه کنی، حقیقت میاد بیرون. سفارت جمهوری ولایت فقیه در ترکیه مراسمی برای قاسم سلیمانی در تکریم از اون آنلاین برپا کرد. اولا این سفارت جمهوری اسلامی در ترکیه داستان‌ها داره. یه وقت حاج منوش متکی یکی از اعضای مجاهدین رو پشت ماشینش گذاشت ورداش بیارد چه شیرا. بعد تو فیلم مطرب هم خوب خدمتشون میرسه، همون دیپلومات تعریش و دگمه یقه ولایتی رو رسواش میکنه. چقدر کار قشنگ کردن، باری کردن، نشون میده که این رژیم هفته فرهنگ درست میکنن، بعد خواننده رو میبرن. قبلا هم مکس رو درست کردن روی مایه و این برمیگرده میگه ما آدمیم، مطربم آدمه، مطربم میخونه، مطرب عشق عجب ساز و نوایی داره. به هر روی بریم سفارت جمهوری ولایت فقیه در ترکیه. ایران قاتل، 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 الله اکبر، قاتل، ایران قاتل، 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 ایران ایران قاتل، 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 ایران قاتل. بله چیکار کردن بچه‌ها؟ اومدن رو آنلاین، اولش هم خیلی آروم و که انه هم میخوان مشارکت بکنن در تجلیل از قاسم سلیم. بعد شروع شد، شروع شد جاوید ایران، مرگ بر حکومت جمهوری اسلامی، و شروع کردن چپ و راست دیگه آنچه را بچه ها میخواستن انجام. درود به شما. تو بغداد هم خیلی جالب،
خیلی اینا تدارک بزرگی دیده بودن، ولی عکسش که پاره کردن آتیش زدن خلاص کل اینا تو لب رفتن. اخیراً هم شنیدم که یکی از دستیاران اسماعیل قاآنی، عبدالرضا عبیداوی که از بچه عرب ایرانی هم هست، رفته به بغداد و با گروه های نوکر و امیل و مزدور جمهوری اسلامی گفتگو کرده که یک کاری باید بکنه. آمریکا باور کنید همین جوری نشستن گوش به زنگ. یعنی به نظر من آقای ترامپ در این دو هفته باقی مانده هیچی نمیخواد جز اینکه جمهوری ولایت فقیه مرتکب یه حماقت بشه. فقط اونو میخواد، چون اون میتونه اصلا به کلی استراتژی و نقشه رو به هم بزنه. آقای جو بایدن رو بندازه تو کنجی، دست و پاش هم زنجیر بزنه که به هیچ وجه نتونن نزدیک بشن. ضمن اینکه اینو بگم برات، بایدن اعلام کرده که هم مشاورش گفته و هم خودش به طور تلویحی گفتن که ما حضورتون عرض کنم که برنامه موشکی ایران هم باید درباره صحبت بکنیم، جد اگر ما قراره به برگردیم به برجام. جمهوری اسلامی رو رد کرده، گفته نه برجام بدون شرط، اما در این حال خودش اعتراف کرده و آژانس برونه انرژی اتمی هم تاکید کرده که اینا اورانیوم 20% تولید کرد و این اورانیوم 20% به هر حال یک خطره که اینا تحملش نخواهند. روزنامه جروسلم پست هم روز دوشنبه هم امروز اشاره کرده که سرویس اطلاعاتی ایران یا امارات متحده یک گروه ایرانی را در دبی و ابوظبی که برنامه ریزی برای انجام حملات علیه شهروندان اسرائیلی بوده دستگیر کرد. به گزارش شبکه 12 تلویزیون اسرائیل، این افراد قصد داشتن حمله ای را در خارج از مرزهای اسرائیل علیه شهروندان اسرائیلی انجام بدهند و امارات را برای منظور انتخاب کرده بودند، زیرا امارات متحده عربی یکی از مقاصد جدیدش گردشگری برای اسرائیل. یادتونه من در اینجا خدمتتون عرض کردم، حالا باید بشم اینا تیکه دیگه بگم پومن دراره، گفتم رژیم برنامه ریزی کرده با چاقو به توریستای اسرائیلی حمله بکنه و این طرحو سپاه قدس انجام میده و به هر حال برنامه ریزی مفصلی برای این کار کرده بود. اسرائیل هیوم هم روز دوشنبه از قول رسانه‌های محلی امارات نوشته که این گروه ایرانیان قصد داشتن محلات تجاری و مقاصد گردشگری اسرائیل را مورد هدف قرار بدن. من در گزارشم گفتم هتل‌های محل اقامت اسرائیلی‌ها با خیلی سیمپل کوکتل مولوتوف و اسرائیلی‌ها هم چاقو بزنن. در سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی، نیروی سپاه قدس برای برنامه‌ریزی برای انتقام گرفتن از امریکا و اسرائیل تدارکی در حاشیه کشورهای حاشیه خلیج فارس بهشون حمله. خب اینم در مورد صلح دوستی و علاقمندی نظام برای اینکه در منطقه آرامش برقرار بشه و جنگ و ستیزی نباشه. به هر حال واقعا سال تازه اومده، من برای همه شما آرزو میکنم سال متفاوتی باشه. کرونا بیچاره مون، یعنی من وقتی فکر میکنم که چجوری یک سال خونه نشینمون کرد، یک سال بیزینس ها رو بیرونق کرد، چقدر رستوران کافه شاپ پر از شور، همین پارسال توی کریسمس، حالا تعطیل تاریک، یک ناله مستانه ز جایی نشنید، ویران شود این شهر که میخانه ند. و این حالتی که توی جهان هست، بعد با رهبرانی مثل رهبر حالا آمریکا که آقای ترامپ دارن تشریف میبرن، ولی ما اینجا گرفتار، اینجا گرفتاری خروج از اتحادیه اروپا، برگزیت لعنتی، آقای بوریس جانسون به هدف خودشون رسیدن، پدرش تقاضای شهروندی فرانسه گفته من در کشوری که پسرم رهبری اون رو به عهده داره نمیخوام باشه. اسباب تعصب فرانسه هم که عجیب درگیر کروناست، اولو گزارش شاهیدو که میبینید، امیدوارم هرچه زودتر کرونا آسیب هاشو رسون دیگه بس کنه و بره.
استاد عزیزم احمد احرار خواستم یادی ازش بکنم. این نازنین مرد بسیار دوستش دارم و از همون زمان نوجوانی همیشه مشوق من بود. مرد نازنین و بزرگی مثل دکتر آموزگار، دکتر حیدری، دکتر یزچی، نیم سحر عزیزم شاعر، اینها ابواب جمعی دوست عزیزم شاهیدم. با امیدوارم سال بسیار خوبی داشته باشن و امسال برای همشون سال پیروزی و موفقیت بشه. بیایم یک کلمه از مادر عروس بشنویم، از آقای حسین امیر عبداللهیان به ذکر خیر تو براتون کرد. گوش. من آخرین سفری که به دمشق داشتم، جمعی از دوستان سردار سلیمانی که جزء مستشاران نظامی هستند و هنوز میدونید در سوریه جنگ علیه تروریسم در بعضی از مناطق ادامه داره، اینا میگفتن که رابطه روحی ما با سردار بگونه ایست، گاهی اوقات عملیاتی داریم با همکاری نیروهای مسلح سوریه و اینا که یه منطقه ای رو بریم آزاد بکنیم که در اختیار تروریست هاست هنوز در مثلا شرق فرات در سوریه، شب سردار رو تو خواب میبینیم، روی نقشه به ما میگه این تصویری که کشیدید از اینجا برید به نتیجه نمیرسید و رو این مسیر رو باید برید طی کنید و ما فردا با اون نقشه میریم. این دیگه خیلی باید اون سیمشون وصل باشه، این ارتباطات رو داشته باشن. طرف و قدیسی هم کردن دیگه، معجزه میکنی تو خواب میاد، اصلا خواب منام و اون ارتباطات روحی که با آدم داره چه ربطی داره به قاسم سلیمانی؟ ایشو حالا معجزه‌گر شد، این معجزه‌گر چرا مرگ خودش رو جلوشو نگرفت؟ چرا؟ اون مأمور بود پولهای ملت ایران رو به مجموعه دیگری از تروریست ها بده. نگاه کنید در بخش پایانی ما به این کلیپ کوتاه که تبهکاران چجوری چمدان چمدان پول رو میبرن. در دنیا تنها سری از گروه ها که پول رو در ساک و گونی جابجا میکنن، تبهکاران، قاچاقچیان مواد مخدر، گروه های مافیایی و تروریست های بین المللی از پابلو اسکوبار و داعش گرفته تا شهید قاسم سلیمانی 22 میلیون دلار فی حقائب. البته این تبهکاران یک تفاوت عمده با هم دارن. پابلو اسکوبار معروف ترین قاچاقچی کوکائین تاریخ به دلیل کمک های مالی کلان به مردم در کشورهای آمریکای لاتین همچنان محبوب فقراست، اما این اوضاع محبوبیت قاسم سلیمانیه. در سوریه برای مرگ شیرینی پخش میکنن، تو لبنان تصویرشو با آتیش میکشن، در فلسطین بیلبوردشو از جا در میارن و در تمام منطقه اینگونه براش شعار میدن: یا اومد یا ایرانه، یا قاسم سلیمانه. $22 میلیون پول ما رو پای شبه نظامیانش در منطقه ریخت تا ناامنی رو به ملت‌های همسایه هدیه کنه و عوضش فوش و لعنت بخره. با قاسم شروع کردیم، قاعدتاً باید با قاسم هم پایان میدید. به هر حال هر آن چه رژیم بکنه، تجدید بکنه، تکریم بکنه، در دل ملت ما آقای حاج قاسم سلیمانی جای دیگه. حتی اینا دریغ کردن از اینکه عنوان نظامیشو بگم. حالا بعد از درگذشت سپهبد شده، خب بگید سپهبد قاسم سلیمانی، حاج قاسم. یعنی اینا بعد در اون دایره مفاهیم مذهبی خرافاتی متعصب باقی بمونن، حتما مشهدی، حاجی کربلایی، اینا براش اهمیت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشیدشان همانه برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.